کارکنان بخش تعمیر و مهندسی آستان مقدس عباسی در چارچوب طرح توسعه خیابان قبله کارهای مقدماتی را آغاز کردند. به گزارش شیوبز به نقل از الفراد نیوز، محمد مصطفی طویل، مسئول شعبه عمرانی در بخش تعمیرات مهندسی در آستان مقدس عباسی در بیانیه اعلام کرد، کارکنان این بخش اقدامات مقدماتی را برای افزودن فضاهای جدید به منظور خدمت به زائران حرم مطهر آغاز کردند. به همین منظور این آستان اقدام به تخریب ساختمان‌های تحت تملک خود در خیابان قبله نموده است. طویل افزود کار توسعه و افزودن این فضا بخشی از طرح توسعه است که آستان مقدس عباسی با هدف افزایش فضا برای زائران و کاهش ازدحام در زمان مراسم‌های میلیونی بر عهده دارد تا زائران مراسم‌های خود را به سهولت انجام دهند، به خصوص که خیابان قبله خیابانی حیاتی و مهم است که در مراسم‌های میلیونی از جمله اربعین حسینی شاهد ازدحام شدید زائران است. مسئول شعبه عمرانی در بخش تعمیرات مهندسی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام ادامه داد تمامی کارهای مقدماتی از جمله تخلیه کامل ساختمان‌ها، برداشتن تمام تیرهای کابل برق و خطوط آب و فاضلاب انجام شده و کار تخریب و آواربرداری این ساختمان‌ها با دقت در حال انجام است. به گفته وی، ساختمان‌هایی که تخریب می‌شود از باب القبله و مجتمع سید الشهدا علیه السلام تا پارکینگ موقت و در طرف مقابل آن ساختمان‌هایی که از صحن الجود تا آغاز خیابان بازار العلاوی کشیده شده است تخریب خواهد شد. پیش‌بینی شده که با انجام این طرح هزاران متر فضای خالی در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.